خب به نام خدا جلسه چهارم تقریبا میشه، ولی خب جلسه پیش که کنسل شد جلسه سوم شروع میکنیم. بازم میپرسم دوستانی که جدید اومدید اگر سوالی دارید بیان کنید، بپرسید، بررسی کنید. جای نیست یه سوالی شما جلسه پیش پرسیده بودید در مورد اینکه فیچرها چجوری باشن. من یه اسلاید تک یه دونه ای آماده کردم در مورد اینکه فیچرهایی که تو ماشین لرنینگ انتخاب میشه چجوریه. اولا اگه جلسه اول یادتون باشه ما تقریبا میگیم که ما توی دیپ لرنینگ سعی میکنیم، دیپ لرنینگ اومده سعی کردیم بحث فیچر سلکشن و این بحثا هندل بشه، گذاشته بشه کنار. اولا داریمش باز، حالا حالا میخوایم ببینیم که بحث مثلا اگه بخوایم یه فیچر سلکشن انجام بدیم چه توی ماشین لرنینگ باشه چه توی دیپ لرنینگ باشه، باید در چه اساس این کار بکنیم. برای اینکه یه فیچر سلکشن بکنی سه تا پارامیتر رو باید در نظر بگیرید. حالا من سه تا پارامیترش رو میگم. اون منبعی که من انتخاب کردم این سه تا رو بررسی کرد. شما حالا ممکنه پارامترهای مختلف تو جای مختلف تفاوت داشته باشه. یکی این که باید اینفورمیتیو باشه، ایندیپندنت باشه و ایزی تو آندرستند باشه. اینفورمیتیو یعنی چی؟ سعی می‌کنم برای هر کدوم از اینا یه مثال بزنم که سریع بریم جلو. اینفورمیتیو شما فرض کنید که یک کلاسیفایر می‌خواید داشته باشید که مثلا داگ رو از کا، گاو رو از گربه می‌خواید این کلاسیفیکیشن رو بتونه اینا رو از هم، داگ رو چی گفتم؟ گربه گفتم، سگ رو از گاو بتونه کلاسیفای بکنه. خب فیچر هایی که باید انتخاب بکنید، حالا میخواییم اینفورمیتیو بودن رو بررسی کنیم. اینفورمیتیو بودن یعنی که باید به ما یه سری اطلاعات خوبی بده، اطلاعاتی که تو کلاس بندی کردن این دوتا به درد بخوره. من مثلا دوتا فیچری که میشه انتخاب کرد رو با هم بررسی میکنیم. یکی مثلا میتونیم آی کالر باشه، رنگ چشم باشه. مثلا من میخوام به عنوان دیتا فیچر انتخاب بکنم، به عنوان یک اکسپرت میخوام برم توی فیلد رنگ چشمشون رو مثلا وردارم. خیلی دارم چیز میگم که خیلی دارم پرت میگم که تشخیص بده. یا هم که میتونیم ارتفاعشون رو انتخاب بکنم. خب قاعدتا هم به صورت دیفالت گاو خیلی بلندتر از سگه، پس این فیچر به من اطلاعات خیلی خوبی میده. یعنی من میتونم، یعنی من که نه، کلاسیفایر من میتونه تشخیص بده که اگه یه رنجی برای هایت بذاره میتونه بگه اگه از این هایت بالاتر بود گاوه، یا اگه از این هایت پایینتر بود چیه؟ سگه. حالا آی کالر، اگه فرض کنیم که سگ ها و گاف ها رنگ چشماشون همه انواع رنگ چشما رو داشته باشن، یعنی رنگ چشم سیاه و قهوه‌ای رو هم سگا دارن هم گاوا دارن، خب اینو شما به عنوان فیچر بگیرید دیگه بهش اینفورمیتیو نمیگن، عملا ریداندنته، یه چیز اضافه، یه چیزی که به درد ما نمیخوره، کلاسیفایر نمیتونه ازش استفاده بکنه، کاری انجام بده. این بحث این که چجوری ما تشخیص بدیم که اینفورمیتیو، یعنی شما به عنوان یه اکسپرت، ببین اینجا هم دارم میگم به عنوان یه اکسپرت، چون باید تشخیص بدی که مثلا رنگ چشم توی سگ و گاوا با هم فرق داره. البته من نمیدونم فرق دارن یا نه، میگم همچین گفتم، ولی ارتفاعشون رو که میدونیم فرق دارن. خب این یه مسئله اینفورمیتیو. سوال دارید الان متوجه میشید که اینفورمیتیو یعنی چی؟ اوکی، بعد الان اینجا میرسیم که این فیچری که انتخاب کردید وزنش هم تاثیر داره یا وزن چیه؟ وزن منظورت چیه؟ ارزشی که مثلا ما اصلا در مورد اون صحبت نکنیم، ما داریم فیچر رو سلکت میکنیم، اون کلاسیفایره که میاد ارزش بندی ها انجام. حالا فیچر ما باید ایندیپندنت هم باشه. ایندیپندنت باشه یعنی چی؟ یعنی ریداندنت نباشه، باید از همدیگه مستقل باشن، یعنی به صورت خطی دوتا فیچری که با همدیگه انتخاب میکنی نباید به هم ربط داشته باشه. مثلا تو همین بحث کلاسیفیکیشن ما، این بحث خطی رو بخوام مثال بزنم، شما میتونید یه فیچر داشته باشی هایت باشه که بر اساس سانتی متر باشه، یه فیچر هایت دیگه میتونی داشته باشی که بر اساس مثلا متر باشه، درسته؟ اینا دوتا فیچرن ولی با هم دیگه خیلی رابطه خطی دارن دیگه، یکی یک صدام اون یکیه، درسته؟ به این میگن اینجا دی شما وقتی فیچر داری انتخاب میکنی ایندیپندنت بودن رو رعایت نکردی، چون به هم ربط دارن. پس وقتی که ما داریم فیچر انتخاب میکنیم باید بحث ایندیپندنت بودن رو هم رعایت بکنیم. اگه شما این دو تا فیچر رو به کلاسیفایرتون بگید، کلاسیفایرتون چون دو تا هایت میگیره عملا میاد وزن بیشتری برای هایت در نظر میگیره، چون دو بار آورده شده.
یه بحث دیگه اینه که فیچرهایی که انتخاب میکنیم باید تمام تلاشمون رو بکنیم که ایزی تو آندرستند باشه، یعنی رو به راحتی بتونیم تشخیصش بدیم. من یه مثال دیگه اگه بخوام برای این بزنم، فرض کنید که ما یه رگرشن داریم، یه سیستم میخوایم بسازیم که میخواد زمان ارسال یه نامه از مکان آ به مکان بی رو تشخیص بده. خب من فیچری که میتونم انتخاب کنم چیه؟ یه فیچری که میتونم انتخاب کنم اینه که بیام فاصله آ تا بی رو به عنوان فیچر بدم، مثلا بگم آ تا بی مثلا 20 کیلومتر 30 کیلومتر. یه فیچر دیگه که میتونم انتخاب کنم و واقعا هم منطقیه چیه؟ عرض جغرافی و طول جغرافی نقطه آ و عرض جغرافی و طول جغرافی نقطه بی رو بدم به سیستمم، به اون رگرشنم. درسته؟ از هر دوتاش این سیستم باید بتونه برای من تایم رو استیمیت بکنه، ولی این که سیستم من بیاد بفهمه که این عرض جغرافیاییه اون طول جغرافیاییه با چه فرمولی باید اینا رو از هم کم بکنه، براش چی میشه؟ خیلی طول میکشه، خیلی نیاز به دیتاهای خیلی زیادی خواهد شد، در صورتی که من خیلی راحت میتونستم با یه پریپروسسینگ ساده چیکار کنم؟ دیستنس رو بهش بدم و این از دیستنس با یه فرمول اون بر اساس فرمول سرعت و اینا خیلی راحت میتونه بهش برسه، ولی اینکه عرض جغرافیا طول جغرافیا رو بخواد استفاده کنه طول میکشه. عمدتا این سه تا پارامتر رو میگن سعی میکنیم تو فیچر سلکشنمون انتخاب بکنیم. اگه تو این قسمت فیچر سلکشن سوال نداری، اینو دوستمون یه کوچولو گفته منم در عرض چند دقیقه بعد بهش اشاره کردم. بلند میشه شما باید فیچراتون ایندیپندنت باشه دیگه، چون اگه ایندیپندنت نباشه از یه فیچر بتونه برسه به اون یکی فیچر، این فیچرتون الکی ریکوایرمنت اضافه است. خب شما میتونید دو تا فیچر داشته باشید، یکی وایت باشه بر اساس مرج، یکی وایت باشه بر اساس سیکونس دیگه. اینا دو تا فیچر هم با دو تا عدد مختلف ولی عملا دارن یه کاری میکنن، به صورت لینیر کامبینیشن با ریلیشنشیپ دارن، یعنی اولی میتونی بنویسی یک سلام فیچر دومی. خب این داریم به رگرشن عملا میگیم که هایت رو برای من دو بار حساب کنیم، یه دو بار بهش ارزش قائل میشه. خب این کار اشتباهی من چون فقط هایت رو یه بار میکنم. حالا این یه مثال خیلی ساده بود برای بحثی که توی بحثی پیچیده تر یه هست که مثلا میدونید که فیچر که انتخاب میکنه روابط خطی وجود داره، میگن اونها رو باید حذف کنم، رنگ ماتریسمون هم دارن میان پایین در اون خطی هایی دو بار بسیار میشه. من با یکیش مشکل داشتم، یعنی دو تا دارید؟ چرا خوب هلو لگیم؟ باش، خب از این میان بیرون، سوال دارید؟ چرا؟ یعنی مثلا فرض کن بیگه مثلا ما اون ارتفاعی که از فیچر ها باشه مثلا اگه ارتفاع شوید رو نمیشوید وقتی فورس بنویسه و جواب بدهش فرق میکنه با بی، چون من شنیدم یه موقعی مثلا مسئله بشه با دیفورس حل کرد، میگم من دیفورس برام این بعضی وقت خیلی قاطی میشم ای فورس رو جلسه اول گفتم حالا دوباره تکرار میکنم. ببین اولا ما گفتیم ماشین لرنینگ چیکار میکنه، ماشین لرنینگ میاد به جای اینکه ما به صورت اکسپلیسیتی بهش بگیم چیکار کن، یعنی با همون ایف و دن تو شما میفرمایید، به جای اینکه من بهش بگم ایف فلان بود دن فلان بود فلان بود دن فلان بود، خودش یاد بگیره این کار رو. چرا؟ چون وقتی که وارد دنیای واقعی میشیم این ایف و دن ها فوق العاده خیلی 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 زیاد میشه و اصلا کار اکسپرت نیست، یعنی اکسپرت ها نمیتونن همچین ایف و دن هایی بنویسن با این حجم بالا. اون موقع است که ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم از ماشین لرنینگ استفاده. عملا این مثالی که من زدم شاید توی ایف و دن حل بکنی خیلی ساده تر باشه بگی از ارتفاع فلان، من چون فقط بازم یه مثالی بزنم که کاملا ملموس باشه، به خاطر همین اینو گفتم که مثلا کلاسیکو میاد تشخیص میده که از ارتفاع فلان بالاتر بره. اوکی؟ و الا اینجور چیزا رو آره مثلا اگه فرق یه ارتفاع داشته باشی خب قاعدتا بهتر خود یه ایف بذاری بود چون کلاس فایر هم همیست. البته نمیشه گفت شاید بخواد معادلات چی دارش به دست میداره اگه بدی بره دیپ لرنینگ، شاید بخواد چیز میگم
توهین میان یا معامل درجات بالاتر ازش به دست بیاره، بعد رو اونها چیز بکنم این کار رو انجام بده. خب، سوال؟ علی قضیه ماشین لرنینگ و ایفودن هر